لبنان که روزی عروس خاورمیانه نام داشت این روزها درگیر شدیدترین بحران اقتصادی خود طی دهه‌های گذشته است بحرانی که لباس عذاب تن عروس خاورمیانه میانه کرده است همکارم مصطفی فروغی گزارش می‌دهد عروس خاورمیانه، میانه عروس همیشه بهار پاریس خاورمیانه، میانه همه اینها القابی هستند که لبنان و به خصوص بیروت به داشتنشان افتخار می‌کرد لقبهایی که در بدو ورود به بیروت آنها را شایسته این شهر می دانستید. اما لبنان پس از کشمکش های سیاسی مختلف و مخصوصاً انفجار بزرگ بیروت روزگار سختی را سپری می کنند. در همین راستا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد بحران اقتصادی شدید در کشور به صورت تدریجی بر کودکان تاثیر گذاشته و باعث گرسنگی و وخامت اوضاع بهداشتی و سلامتی شده است. یوکی موکو نماینده یونیسف در لبنان در جریان کنفرانس مطبوعاتی در بیروت خاطر نشان کرد تعداد کودکانی که از گرسنگی رنج برده و مجبور به کار کردن برای کمک به خانوادهشان هستند و کسانی که بدون مراقبت پزشکی رها شدن افزایش یافته است. و افزود در مقابله با تورم شدید، افزایش فقر و کمبود شغل از هر ده خانواده، هفت خانواده مجبور به خرید مواد غذایی از طریق انباشت قبوز و فاکتورهای پرداخت نشده یا نسیه هستند. او ادامه داد حدود 34 درصد از کودکان بدون مراقبت های بهداشتی مورد نیاز رها شدهاند. علاوه بر آن افزایش قابل توجه قیمت داروها باعث شده است که بسیاری از خانواده ها نتوانند از عهده هزینه های بهداشتی و سلامتی مناسب برای فرزندان خود برایند. در 16 نوامبر دولت لبنان یارانه چندین نوع دارو از جمله داروهای بیماری های مزمن مانند قلب و فشار خون را نیز لغو کرد. نماینده یونیسف در سازمان ملل همچنین اظهار داشت بر اساس آمارهای اخیر از هر ده لبنانی هشت تن در فقر زندگی می کنند و 34 درصد با فقر شدیدی دست و پنجه نرم می نمایند. از دو سال پیش لبنان با بدترین بحران سیاسی اقتصادی خود در طول چند دهه گذشته روبرو شده است. حال باید دید در آینده سیاستمداران این کشور با یکدیگر به توافق می رسند و دست بیگانگان را از کشور خود کوتاه می نمایند یا عروس داغ دیده میانه با دامادی دیگر بر سر سفره عقد می نشیند.